آفریقا بهترین بازی های پلی‌استیشن 2 رو از دید خودم بهتون بگم. پس به اپیزود جدید اتاق بازی منم خوش اومدید. دوستان فقط یه نکته قبل از شروع ویدیو بهتون بگم. چند ماه پیش بود که من یه ویدیو در مورد گنج های پلی‌استیشن 2 ساختم که خب آخر این ویدیو لینکش هم میذارم، هر کی ندیده بره ببینه. توی اون ویدیو خیلی ها ازم ایراد گرفتن که مثلا چرا فلان بازی معروف رو نگفتی. خب هدف توی اون ویدیو معرفی بازی هایی بود که آنچنان معروف نیستن، اما توی این ویدیو میخوام بهترین بازی های این پلتفرم رو از دید خودم بگم که احتمالاً اکثرشون هم شما بازی کردین. پس بعد از زدن اون لایک خوشگل بریم سر وقت ویدیو. بذارید این لیست رو طوفانی شروع کنیم و چی بهتر از دیویل مکرای؟ دیویل مکرای 3. شما فقط ببینید عناوین این لیست چقدر خفنن که رتبه آخر رسیده به دیویل مکرای 3. بازی دیویل مکرای 1 در زمان عرضه خودش یعنی سال 2001 یه استاندارد جدید برای ژانر هکن اسلش ایجاد کرد. اما از نظر من بازی سوم یه تولد دوباره برای این مجموعه بود. در بازی سوم ما با یه گیم پلی عمیق‌تر، چالش‌های بیشتر و کلی مراحل پیچیده‌تر طرف بودیم. حالا کلی دشمن هیجان انگیز و یه داستان عالی هم به این مجموعه اضافه کن. به به، چی شد نتیجه؟ بازی دیویل مکرای 3 در واقع یه پریکوال به مجموعه محسوب میشه و وقایع بازی قبل از بازی اول جریان داره. کسانی که هنوز این ژانر رو تجربه نکردن خودشون از یه تجربه عالی و تا حدودی چالش برانگیز محروم کردن. بدون شک امتحانش کنید، بی نظیره. در رتبه بعدی ما گاد هند رو داریم، یه بازی فوق‌العاده که خیلی ها اصلا بازیش نکردن. گاد هند یکی از مسترپیس های استدیوی کلوره، استدیوی که خالق آثاری مثل بیوتیفول جو و اوکامیه. اما این تمام ماجرا نیست. گاد هند در واقع اثر آقای خاص صنعت گیمه، یعنی شینجی میکامی. واقعا مگه میشه گیمر باشی و میکامی رو نشناسی یا حداقل رزیدنت ایویل رو بازی نکرده باشی؟ شاید باورتون نشه، اما نصف خاطرهای بچگی من با این بازی گاد هند گیره خورده. اگه بازیش نکردید حتما تجربهش کنید. بهتون قول میدم یه عمر دوام کنید که همچین جواهری رو بهتون معرفی کردم. واقعا صحبت کردن در مورد بازی های پلی‌استیشن 2 همیشه منو هیجان زده میکنه، از بس که این بازی خوبه. یکی از این مسترپیس ها بدون شک سایلنت هیل 2ه، یکی از بهترین و شاید بهترین بازی که در ژانر وحشت تا به امروز ساخته شده. اصلا این ژاپنی ها یه چیزی ساختن آدم به کاور بازی هم نگاه میکنه اتمسفرش آدم رو میگیره. خلاقیت از سر و روی این بازی میباره. اصلا از طراحی، لول دیزاین ها و دشمن های جور و جور بازی بگیر تا داستان تاریک و سنگین بازی. لامصب داستان این بازی به قدری سیاهه که اگه شما عمق مطلب رو درک کنید دیگه اون آدم سابق نمیشید. برای گیمرهای جدیدی که میخوان بعد از این ویدیو برن سایلنت هیل 2 رو تجربه کنن، دو تا نکته مهم بگم. اول اینکه ما یه نسخه ریمستر شده روی پلی‌استیشن 3 و ایکس باکس 360 داریم، اصلا سمت این پورت نریم. دوم اینکه گیم پلی این بازی خیلی اولد اسکوله و باید بهش زمان بدی که داخلش هم رسوخ کنه. اما وقتی اسیرش بشی، آخ 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 آخ، بریم بعدی. تو رتبه بعدی رزیدن اویل 4 رو داریم. خب خودش رتبه این بازی باید خیلی بالاتر توی این لیست باشه. اما رزیدن اویل 4ی که ما روی پلی‌استیشن 2 داریم در واقع یه پورت از نسخه گیم کیوب که متاسفانه خیلی هم افت کیفیت داشته. حالا شما ببینین بازی چقدر خفنه که با این همه ایراد هنوز جزء بهترین بازی‌های پلی‌استیشن 2 محسوب میشه. رزیدن اویل 4 یه جورایی مجموعه رزیدن اویل رو زنده کرد. درسته خود من سبک سگانه اولیه این مجموعه رو ترجیح میدم، اما باید همه حقیقت رو قبول کنیم که مجموعه تا قبل از رزیدن اویل 4 داشت به حاشیه میرفت. اما رزیدن اویل 4 دوباره این مجموعه رو به مرکز توجهات برگردون. حالا اینکه رزیدن اویل 4 بدعت اکشن شدن مجموعه رو گذاشت یه بحث دیگه است که خب در مجال اون بحث نمی گنجه. بدون شک همتون اویل 4 رو بازی کردین، اگه نکردین که من واقعا نمیدونم چی باید بگم. یه وقتی بود که راکستار فقط GTA و ردد نمی ساخت.
یادش به خیلی زمانی بود راکستار سالی یکی یا گاهن دو تا بازی می ساخت. یکی از این بازی های عالی و البته بحث برانگیز بازی بولیه. بولی خودش یکی از خوبای راکستاره که متاسفانه اون توی باید و شاید هیچ وقت دیده نشد. اگه بخوام کلی بگم بولی شبیه ساز مدرسه است. البته شبیه ساز به سبک راکستار دیگه، این یعنی شما باید توش توقع انواع و اقسام خلاف ها رو داشته باشید. حالا نکته جالب اینه که حتی جنس خلاف ها توی بازی هم از جنس خلاف های مدرسه ایه. چند سالی میشه که شایعه های از گوشه کنار به گوش میرسه که ادامه این بازی در دست ساخته، ولی خب راکستار هنوز چیزی رو تایید یا تکذیب نکرده. بولی واقعا یه تجربه فراموش نشدنیه که من به همه شما عزیزان پیشنهادش میکنم. تا حالا شده یه بازی شما رو از کار و زندگی بندازه؟ برای من که بارها شده، اما یکی از بازی‌هایی که منو ماه‌ها درگیر خودش کرده بدون شک پرسونای 4 بود. البته بهتون دروغ نمیگم، این بازی رو من اولین بار روی ویتا انجام دادم. با کمترین توقعم شروع به بازی کردمش، اما داستان و شخصیت پردازی این بازی منو تو خودش ذوب کرد. داستان در مورد این شهر کوچیک توی ژاپنه که یه قاتل سریالی تو شب‌های بارونی فامیل خودش رو میکشه. شما توی این بازی نقشه یه دانش آموز رو دارین که تازه به این شهر اومده و میخواد به همراه دوستاش سر از این موضوع در بیاره. متاسفانه خیلی این جواهر خاص رو روی پلی‌استیشن 2 بازی نکردن. اگه شما منو قبول دارین بعد از این ویدیو پلی‌استیشن 2 هاتون رو از انباری در بیارین و حتما این بازی رو تجربه کنین. اگه همیشه براتون این سوال بوده که ژاپن قدیم با رزیدنت اویل اگه ترکیب بشه چی میشه، بازی بعدی رو حتما تجربه کنین. خب مجموعه اونیماشا در واقع ترکیب این دوتا ژانره. آخ یادش بخیر وقتی شماره اول این بازی اومد آرزوم بود که بازیش کنم. اصلا یه چیزی بود تو زمان خودش لعنتی، ولی نوستالژی به کنار شماره سوم این بازی بدون شک بهترین بازی تو مجموعه محسوب میشه. همینقدر بدونید که ژان رنو یکی از پرتگنس های شما توی این بازیه. دیگه بازی این شکلی ساخته نمیشه، قبول دارین خدا وکیلی؟ الان همه چی شده پول و شرکت ها دیگه ریسک نمی کنن اصلا. بازی هکن اسلش بی نقصه که با سفر در زمان تلفیق شده. مگه داریم از این بهتر؟ درباره ریمیک این بازی هم شایعه زیاده که خودم خیلی بعید میدونم. اما در سمت دیگه ما شاد آف کلاسس رو داریم که یه ریمیک خیلی عالی هم براش ساخته شده که خداییش هیچی از بازی اصلی هم کم نداره. شاد آف کلاسس یکی از بازی های عجیبه، یه بازی جهان باز که اصلا شبیه هیچ بازی دیگه ای نیست. یه جهان بزرگ که خالیه اما به طور عجیبی جذابه. شما توی این بازی به شغل شریف شکار هیولا مشغول هستین، اما اصلا توقع یه شکار اکشن رو نداشته باشین. پشتن هر هیولا یه راه منحصر به فرد داره که پازل توری هم هست. اونایی که بازی کردن میدونن من چی دارم میگم، تجربهش کنید تا با یه نوع جدید از گیم آشنا بشین. رسیدیم به ستای برتر. میتونید حد بزنید که این ستا کدوم بازی ها؟ گاداوار. اونم گاداوار 2. پلی‌استیشن 2 یه جورای محل تولد کریتوسه. گاداوار 1 یه بازی عالی بود که سازنده ها تو شماره 2 ناممکن رو ممکن کردن و یه بازی ساختن که از شماره اولش هم بهتره. داستان به طور عجیبی تو شماره 2 عمیق‌تر و جذاب‌تر میشه. گرافیک هم که انگار نه انگاره که بازی مال پلی‌استیشن 2ه، بیشتر شبیه یه عنوان نسل 7 میمونه. خود من که هر وقت گاداوار رو بازی میکنم پلی‌استیشن 2 بدبخت به هن میفته. شب باورتون نشه ولی من سالی یه بار این بازی رو تموم میکنم و هر دفعه هم سازنده هاشو بیشتر از قبل برای خلق همچین اثری تحسین میکنم. انتظار یه GTA رو داشتین اما نه وای سیتی، درسته؟ بذارین همین اول بگم که سان آندریاس بدون شک بازی بهتریه، ولی خب من نمیدونم چرا وای سیتی رو بیشتر دوست دارم. این بازی برای من مثل یک کپسول زمان میمونه که منو پرت میکنه به دوران خوش بچگی، زمانی که دغدغه‌مون این بود که اون مرحله هلیکوپتر وای سیتی رو چجوری باید رد کنیم. وای سیتی اولین بازی مجموعه بود که من به صورت جدی بازیش کردم و موفق شدم تمومش کنم. نوآوری‌ام که این بازی کلی داشت. دومین بازی محبوب پلی‌استیشن برای من وای سیتیه، ولی شماها سان آندریاس در نظر بگیریدش. و رسیدیم به بهترین بازی پلی‌استیشن 2 از نظر من. میتونید حس بزنید؟ اگه میتونید حس بزنید که تو کامنت ها برام بنویسید. متال گیر 3.
آخ آخ جوونی کجایی؟ یه زمانی این بازی رو من اسپیدران میرفتم. کدوم دختری رو میشناسی که این بازی رو اسپیدران بره؟ به خدا شوخی نمیکنم، یه زمانی بود که من این بازی رو روزی یه بار تموم میکردم. گیم پلی بازی سمه و به طور عجیبی عمیقه. تمام مکانیکا به طور باور نکردنی با گیم پلی بازی مت شده و شما اصلا احساس نمیکنید که مثلا فلان چیز توی بازی خوب عمل نمیکنه. توی این بازی شما دقیقاً حس یه کماندو تنها رو دارید که به یه ماموریت فوق سری فرستاده شده و باید خودش گلیم خودش رو از آب بیرون بکشه. تجربه این بازی از نظر من از اوجب واجباته. خب این لیستم اینجا تموم میشه، اما ما هنوز کلی بازی عالی در این پلتفرم داریم. بازی مورد علاقه شما کدومه؟ حتما تو کامنت ها برام بنویسید.